शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शांति ओम शांति शांति यशवर्धन को फोन दीजिए। हाँ जी, कौन बोल रहा है? यशवर्धन तुम ही हो ना? मैं हर्षवर्धन बोल रहा हूँ। अभी इसी वक्त? अभी तुरंत विमान पत्तन पे जाओ। सीता वो ईरानी लड़के के साथ भाग गए। मैंने उन दोनों को पीछा किया, परंतु वे वायुयान में ईरान पे आ रहा है। समझ गया? हाँ, सब समझ गया। उड़ान का नंबर आपको पता है? और वहां से कब निकल गए? उड़ान का नंबर है 811। आधे घंटे में वहां तेहरान में पहुंचने वाला है वो। किसी तरह से उन दोनों को ढूंढ लो। समझ गया? किसी मॉल पर। आप कहते तो मैं जाऊंगा वहां, परंतु क्या कर सकता हूं यदि सीता ना आए तो? जो करना है युक्ति से करो। दो चार दिन के लिए सीता को अपने पास रख दो, जब तक मैं इंटरपोल से सब कुछ। अच्छा, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं। सब कुछ पे अच्छी तरह से ध्यान दो। राम राम छोटे भैया। राम राम। जय, आगे जाके तैयार। تهران. وہ لوگ ابھی آئیں گے. تم لوگ یہاں بیٹھو، میں پھر بھی بتاؤں گا. جی صاحب.
تموم شد دیگه، دست هیچ کسی به امون نمیرس. ببینم تو خوشحال نیستی؟ ای کمی استرس دارم. میترسی؟ از چی؟ اگه من بی پرواز نمی رسیدم تو سواری هواپیما می شدی؟ این چه حرفی؟ معلومه که نه، ولی من ترسیدم تو این کارو بکنی. من بدون تو هیچ جا نمیرم، حتی اون دنیا. میگم چطور زندگی رو از همین جایی که اومدیم شروع کنیم، تمام خاطرات بعد قبل پروازمون هم بریزیم دور. موافقی؟ پولمون کمه ولی مهم نیست، فردا جورش میکنم. اینا رو بذار توی کیفت. برای چی؟ توی هتل لازمت میشه، آخه ما باید جدا جدا اتاق بگیریم. خب آخه ما قانونا زن و شوهر نیستیم، فقط نام زدیم. مگی نمیریم منزلی شما؟ نه، آخه ممکن از دیدن چوکه بشن. یعنی تو از من چیزی بیهونا نگفتی؟ چرا، یه چیزایی که گفتم، ولی خب میدونیم اونا انتظار دارن که من با یه دختر ایرانی ازدواج بکنم. با چی کسی؟ کس خاصی منظورم نیست، هیچ کس، فقط یه دختر ایرانیه. فردا میرم که خبر اومدنمون رو به مادرمون رو بگم، اونم که همه چی آماده کردم، بعدش ما میریم خونه. خوبه؟ کیرا تا حالا چیزی به اونا نگفتی را؟ خودت که دیدی همه برنامه هم به هم ریخت، اصلا قرار نبود که ما اینطوری بیام. आप लोग चलिए भी यहाँ करो। जी अच्छा। از کجا داشتی بردیم قربان؟ از هند. خیلی خوش آمدی. لطف کن اینجا رو امضا بفرما. متشکرم. اتاق شما 638 خانم، طبقه ششم. اتاق شما هم 636. بفرمایید.
مرسی. یه رب دیگه میام دنبالت، بریم شام بخور. سیتا، از حرفای من ناراحت شدی؟ نه، ولی انتظار بیشتر از این داشتم. شبرات بی بگو آرش. سلام کتی. رامی تویی؟ سلام، چطوری؟ خوبی؟ چطوری کتی جان؟ خوبی؟ خوبم، تو چطوری؟ تو که هنوز اونجایی، پس که این دکتر جونت میخواد شهر تو از سر ما کم بکنه؟ اول اینکه فضولیش به شما نیومده، هر وقت دلم بخواد میرم. ثانیاً بعد از یک ماه بیخبری این چه طرز احوال پرسی کردن؟ هیچ معلوم از تو کجایی؟ ببخشید. چه خبر؟ مامان چطوره؟ آقای دکتر امهوری برای بچه ها؟ همه خوبن غیر از اصل کاری. اون چطوره؟ اون؟ پروانه شد اون؟ بد نیست، فقط دستش بهت برسه خفت میکنه بیچاره. چرا؟ تو خجالت نمیکشی؟ یک ماه نه زنگ زدی، نه جواب نامه میدی، نه خبر مرگ جواب تلفونا رو میدی. خب داره دق میکنه بیچاره. تو الان کجایی؟ دهلی هستی؟ الو؟ الو؟ الو میشنوی؟ الو؟ آن، الو، بله. یک ماه آفلایناتو چک نکردی؟ منو پروانه خسته شدیم انقدر برات پی ام گذاشتیم. اون تلفن خوابگاهتونم که همش خرابه. ببین کتی جان، یه چیزی رو میخوام بهت بگم. یعنی اینکه تو باید کمکم کنی. چون اینطوری حرف میزنی؟ چی شده؟ ببین کتی، من چیزه، یعنی من و یه دختر هندی با همدیگه نامزد کردیم. بیمزه، چه چرت و پرت میگی آخر شبی؟ دارم باید جدی حرف میزنم کتی. یعنی چی؟ برو رامین، برو خودت چرت و پرت نگو. این خبرم تو باید به مامان بدی. چه معلوم چی داری میگی؟ بعدم برای توضیح میدم. فعلا فقط ازت میخوام که یه جوری مامانو رو برا کنی که بتونم باهاش صحبت کنم. پس پروانه، تکلیف پروانه چی میشه؟ نمیدونم. نمیدونی؟ رامین، هر غلطی که کردی به من ربطی نداره. اگه جرأت داری راست میگی بذار مامانو صداش کنم. مامان! خیلی خوب بابا، آرومتر. بازی با احساسات یه دختر یعنی چی؟ یکی رفتار رو با خودت میکرد، تو چی کار میکردی؟ مگه پروانه مسخره ماست؟ نمیدونم، خودم با پروانه صحبت میکنم. خدافظ. نمیگیره مامان، تلفنه خوابگاری که این وقت شب وصل نمیکنن. بیا بریم با کامپیوترت بگیریم. نه دیگه، تو واسچت هم نمیاد. پس بگیر بازم. باورت شده هامامونو؟ مگه تو رامینو نمیشناسی؟ اون که شوخی نداره، وقتی یه حرف میزنه حتما یه اتفاقی افتاده. نه بابا، من از این ارزه ها نداره، خیالت راحت. تو مردا رو نمیشناسی. همیشه باید مواظبش باشید، دست دست با خطا نکنن. اگه این کار رو فاره چیکار کنم؟ خدایا خدا نکنه. مامان دیگه نمیگیرم، اگه چیزی باشه خودش زنگ میزنه. پس چرا وقتی زنگ زد ندادی من باهاش حرف بزنم؟ مادر من اگه میخواست به شما بگه که با من حرف نمیزد. ماما، اپروانه بپرسم؟ ها؟ خب شاید به اون گفته باشه.
مگه پروانه مسخره ماست؟ برو خانم، غذا رو آماده کردم رو گاز. من دارم میرم لویزان خونه داداشم. کاری نداری؟ سلام برسون. نه چیزی شده؟ نه عزیزم، برو. کتی؟ بله. نیم ساعت دیگه یه لیوان آب بریز تو خورش تا نگیره. چشم. خب کاری با من نداری؟ نه، خداحافظ. خداحافظ، خداحافظ. مواظب خودتون باشی. چشم، خداحافظ. بگیر بازم. دارم میگیرم دیگه مادر من. پروانه مهربونم، سلام. باورم نمیشه که پس از اون همه دوری و اون همه صبوری در چند قدمی تو باشم و ناشکی با به دیدارت نیام. انگار که کابوسی ترسناک میبینم. تو در خیالم یا دیگری نشسته در برابرم. به تو میاندیشم و دلنگران و شرمسار به اون لبخند میزنم. نمیدونم که اون چگونه تونست اندک زمانی جای تو رو توی قلب من بگیره، چون زمانی متوجه این عشق شدم که ذره ذره وجودم شیفته و شیدای اون شده بود. ای کاش میتونستم در حضور تو اون چه رو که بر من گذشت اعتراف کنم. افسوس، افسوس که میترسم نه از تو دیدارت که هنوز هم جزو عزیزترین کسان من، بلکه از انعکاس کریه چهره خودم در چشمهای زیبای تو، از به من جلاب کشیدن خاطراتمون در تفکر معصوم تو، خاطراتی که هنوزم برام مقدسن و تا ابد نیز خواهند بود. میدونم با تموم بدیهایی که در حقت کردم منو توی قلب بزرگ وارد خواهی بخشید. تنها خواهشی که دارم اینه که باور کنی هیچ وقت به تو دروغ نگفتم. امیدوارم گذر زمان باعث فراموش من نزد تو بشه. این مجازاتیه برای گناه من و آرامشی برای قلب خسته تو. شرمنده من رو وفای تو، رامی. سلام، صبح بخیر، خوب خوابیدی؟ سلام. آره قیافت که اینطوری نشون نمیده، ولی عیبی نداره. تا زور فرصت داری یه جوری سر خودتو گرم کن تا من برگردم. باشه، مواظب خودت باش. خدافظ. خدافظ.
رو با هم یکی دوست دارم. بیٹھ جاؤ، بیٹھو نا. اب مجھ سے بھی ڈرتی ہو؟ چاچا جی سے؟ اچھا تمہارا وہ متر کہاں ہے؟ وہ تو ہونے والا پتی ہے میرا چاچا جی. اچھا ہونے والا پتی، کوئی بات نہیں ہے. تو تمہارا ہونے والا پتی کہاں ہے؟ وہ تو باہر گیا چچا جی. آپ کیسے جان گئے کہ میں یہاں ہوں چچا جی؟ ایسے ہی آکسمک، میرے ہی انگ رکشک نے تمہیں کل رات یہاں دیکھ لیا تھا. دیکھو سیتا بیٹی، غور سے سنو. تم ایسا مت سوچ کہ میں یہاں آیا ہوں تمہیں روکنے کے لیے یا لوٹا دینے کے لیے. نہیں، ایسا تو نہیں ہے. میں نے کیول یہاں آیا ہوں تمہیں بتانے کے لیے کہ ہم تمہیں چاہتے ہیں. تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ تم دونوں میرے گھر آؤ، باہر آؤ، تم دونوں ایک ساتھ. یہی تو ٹھیک ہے ہمارے لیے چچا جی. سیتا بیٹی، دھیان دو. ہرش ورتن بھیا اور میں تمہارا پتا سامان ہے، تمہاری بھلائی چاہتی ہے. اسی لیے جو ہم کہتے ہیں یا بھی کرتے ہیں کیول تمہارے لیے ہے، تمہارے بھوشیہ اور بھلائی کے لیے. شادی کے بارے میں کیول ایک دوسرے سے سہمت نہیں ہے. میں تمہارا نشچے سے بھی سہمت ہوں، سہایتا کرنے بھی تیار ہوں، کیول ایک پرتیبند پر، جانتی ہو؟ کیونکہ شادی کے لیے اور شادی کے واسطے کچھ چیزیں بہت ہی بہت ہی آوشیکتا آوشیکتا ہے جانکاری کا. اور یہ جانکاری کیسے ہو سکتا ہے؟ تم میرے گھر آؤ گی، ہم لڑکے کے پریوار کو وہاں بلاتے ہیں، نمنترن دیتے ہیں، ان لوگوں کو جانکاری ہوگا. پھر بھی یدی تمہارا انومان ویسا رہا تو پھر یش ورتن چچا تمہاری شادی کی یوجنائیں تیار کرے گا. یہ وجن ہے میرا، ٹھیک ہے؟ میں رامین کو اچھی طرح سے جانتی ہوں چچا جی، وہ اچھا لڑکا ہے. سہمتی اور انوبندھ کے بنا ہمارے پریوار کو کشتی پہنچا دیتے ہیں. میں نے تو یہاں آیا ہوں سہایتا کرنے کے لیے. یدی میرا پرتیبندھ مانگی تو میں ہرش ورتن بھیا کو بھی وشواس دلاتا ہوں. وشواس نہیں کرتی ہوں میں چچا جی. کیا میں نے آج تک تمہیں کوئی جھوٹ بولا؟ اچھا سامان اتار اور ہمارے ساتھ آؤ، ہم گھر چلیں گے. نہیں مطلب رامین کو لو دانے دیجیے چچا جی. ہم رامین کے لیے تیر نہیں سکتے، اس کے لیے سندیش چھوڑ دیں گے کہ ہمارے گھر آئے اوشین بھوت اس کے پریوار کے ساتھ.
اچھا بہت اچھا میں جانتا تھا کہ تم بہت سمجھدار اور بدھیمان لڑکی ہو اس کا کمرہ کہاں ہے ایسا کیوں آپ اس کو کیا سمجھتے تھے چچا جی یہ ماحول سے پتا ہے کہ وہ اپنی جاتی ورگ پریوار سے ہے اور یہ گرو اور سکھ کی بات ہے تو یہ سب سامان اٹھا اور میرے ساتھ ہمارے گھر چلو میں آپ کے ساتھ آؤں گی چچا جی کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے ڈرپوک سمجھیں گے پرنتو یہ پرتیبند پر کہ رات ہونے سے پہلے مجھے یہاں لوٹا دیجیے پھر میں رام کے لیے سندیش چھوڑ دوں گی اور ہوٹل سے پیچھے کاؤٹ نہیں کروں گی کیول اسی پرتیبند پر آپ کے ساتھ آؤں گی پکا چچا جی وجن دیجیے اچھا وجن دیا چلو چلے حوری خانوم منم پروانه در باز کنید بفرمایید خب چه خبر امه جون سلامتی مثل همیشه از رامی خبر نداریم؟ چطور؟ هیچی میخواستم ببینم برگشته؟ نه ولی من امروز دیدمش جلوی فرهنگ سرا بود رامینو؟ نه اون هنوز تو هنده دیشب با کتی تلفنی حرف زده بود خیلی هم یه سلام رسونده مطمئنی؟ کاملا خب اگه برمیگشت که به کتی میگفت ولی من دیدمش شبیهش بوده دلنگرانشی فکر کردی اونه ببخشید میتونم یه تلفن بزنم؟ بله بفهمم چیزی بدی میکنی؟ یه قهوه لطفا شرمندم داداش سرم شلوغ بود قید باباتو زدی منو سیمینم دیگه یادت رفته سیمین خانم چطوره مامان منو که اذیت نمیکنه بابا مامان ما که خاله زنک که نیست که بابا جون ما کلاسش خیلی بالاتر از این حرف هست بابا چطوره؟ به آبولا بابا تو دیگه بیای حال اونو بپرسی خیلیه معلومه بچه خلفی هستی نه بابا خرابه داریم برشکست میشیم همه میدونن تو نمیدونی؟ خوش به حاله اونور داری صفا میکنی نمیدونی اینجا داریم ما چی کار میکنیم و چی میکشیم آره واقعا خیلی فرزاد ببین یه کاری باید داشتم فقط نمیخوام بابا بفهمه ها بگو یه خورده پول لازم دارم
بس بگو بابا برای چی تو زنگ میزنی به ما؟ تو حال ما رو زنگ نزدی بپرسی تو پول میخوای. اذیت نکن، حوصله شوخی ندارم. بابا حالا خوبه؟ من به تو گفتم آقا شما ورشکست شدین. حالا بگو چقدر میخوای؟ کی میخوای؟ ببینم رامی واریز کنم به حساب. نه نه فرزاد، خودم فردا بهت زنگ میزنم. فرزاد فقط بابا چیزی نفهمه. چش جورش میکنم. آقا وقت خوشیت هم به ما زنگ بزن دادا. خدا نمسته آقا، نمسته، قربونتو برم. من 30 سال تو این حرفم، یه شب هم وارد این شغل نشدم که چهار تا عمله بیاد واسه من شاخ شونه بکشه و من جا بزنم. شما ها چی فکر کردی؟ اصلا بری مأمور بگیری، حکم جلب بگیری، حکم بازداشت بگیری، شکایت بکنی، ببینم واسه شما ها پول میشه؟ آقای نادری خودتون رو کنترل کنی، اتفاقی نیفتاده که، چیزی نیست. آقا من معذرت میخوام، خانم از شما معذرت میخوام. آقا شما خودتو بکشی، التماس کنی، عربده بزنی فایده نداره. این پروژه دیگه برای شما نیستش. خسارت قرارداد رو میدید تا چونتون هم در بیاد. تو دیگه از این حرفا نزن بزغاله. تو که اصلا رقمی نیستی. ببین گنده تر از تو، گنده تر از تو اون آدمایی که تو واسش نوکری میکنی، من دوزار رو نمیدم کفشمون لیست بزنم. آروم باشین آقای نادری. بابا اتفاقی نیفتاده که. بنده طرف حساب شما هستم. تشریف بیارین اتاق من، صحبت میکنیم. داد بیداد نداره که. ختم کلوم آقا جون، مهلتی که واسه طلبام داده بودم تموم شد، دیگه هم به مزخرفات شما گوش نمیدم. خفه شو مرتی که، برو برای سه کاره. ببین اصلا میدونی چیه؟ پول دارم نمیدم، ببینم چجوری میتونیم بگیریم. برو برای سه کاره، بری بیرو، بری بیرو ببینم. ما سکوت کردیم، رود زیاد شده. بریم آقا، بریش کام برو آقا جون، برای هیچ خلطی نمیتونی. برو برای سه کاره. خانم بفرمایید، بفرمایید. ای بابا این چیه دادی دست من؟ خانم دیگه این رو نمیده اینجا، برو بیرون. تو هم آقا من کاری نداری. کجا میری؟ بیا بگی بشی. من برم. نه بیا بشی. بابا چی آخی توی سکته میکنی آخر که؟ ارزش ندارن اینا تو میخواد دادی بیداد بکنید بابا. باید یه کاری بکنی، من دیگه دارم دیوونه میشم. چیکار کنی؟ یه فکری باید بکنی. جیا، یه سیتا به تیر رو هماره کرده. جیتی را، جیتی را. میری نمی اونی سی پیاری سیتا. اتی سندر، اتی سندر. ننی مونی لگتی ہے لیکن سندر اس لیے کہ میری پتی جی ہے اس لیے سندر ہے نا. اچھا بینوت کو بلاؤ کام بس. جی اچھا. چلو چلو. جی ہاں راتا جی، یہ ہماری بیٹی سیتا ہے جو یہاں آئی ہے ہمارے گھر. خوشواس ہے تمہیں؟ تم کتنی بدل گئی ہو سیتا. اچھی ہوئی کہ بری ہوئی؟ اوشی اچھی ہوئی، اتی سندر ہے نا. سیتا بیتی، دھنیواد. دو برس گزر گئے اور تم ایران نہیں آئی. چچا جی اور میرے کو چھوڑ دو، تم خود اتنا جو ایران سے پیار کرتی ہو، دل نہیں کرتی تھی یہاں آنے کی؟ ابھی تو آئی، کوئی بات نہیں، آپ کے سامنے ہوں. تمہاری پڑھائی کہاں تک پہنچ گئی؟ میں انتیم سیٹر میں ہوں، مطلب تھی اور میری شوٹ گرانٹ کو کسی ایرانی کبھی مل لیا اور وہ خیام. فارسی پوشا کو اچھی طرح سے پڑھ سکتی ہو؟ ویسے ہی تمہاری چاچی نے ہندی پاشا کو اچھی طرح سے بول سکتی ہے، ایسی ویسی.
अच्छा तो फिर यहाँ रहोगी और उसको समाप्त करोगी? अभी पता नहीं, हो सकता है। मुझे बताओ, ये लड़का को विश्वविद्यालय में मिला? हाँ जी। मतलब वो फारसी साहित्य पढ़ते हैं भारत में? नहीं नहीं, वो तो महाराष्ट्र में मुंबई में भाषा विज्ञान पढ़ते हैं। कल रात परी चाची ने बाहर आते से फोन की थी और मुझे बता दी कि संजय केवल तुम्हारा साथ शादी करना के लिए दिल्ली से लौट आया। ऐसी वैसी बात तो नहीं थी हमारे बीच में। वो तो तुम्हारा चचेरा ऐसी था और अच्छा लड़का भी है। ये सब बात है, भूल जाइए राता जी। आप तो ठीक तरह से हर्षवर्धन चाचा के जिद के वजह से जानती है। मैं जानता नहीं हूँ, तुम्हारी चाची भी जानती नहीं है। तुम बताओ उसके जिद की वजह क्या है। मैंने हर्षवर्धन चाचा से उदारीकार मांगी, परंतु वो सोचते हैं कि संजय से शादी करने के बाद सब कुछ समाप्त होगा। नहीं बेटी, ऐसे बातें मत कर, ये ठीक नहीं है जो तुम कह रही हो। तुम जानती हो ये हर्षवर्धन चाचा तुम्हारे लिए क्या है और क्या क्या है। वो बहुत कुछ किए है तुम्हारे लिए और तुम्हारे माँ बी के लिए। वो तुम्हें पोसा पाला, सब कुछ किया तेरे लिए। इसीलिए ठीक नहीं है, उसको अधिकार नहीं है ऐसी वैसी बात है। तो ये मत करो, ध्यान दो, तुम एक अच्छी लड़की हो सीता। سیتا، سلام آقا. ببخشید، شما از صبحتوری دختر خانم هندی رو که لباس سبز پوشیده باشه رو ندیدین؟ منظورتون خانم اتاق 638؟ بله بله، خانم سیتا رامپال. تا همین یه ساعت پیش تو لابی هتل بودن، دو تا آقای هندی اومدن سوهاشون رو گرفتن، فکر کنم با هم بیرون رفتن. دو تا آقای هندی؟ بله، موقعی که کلیدو تحویل میدادن دیدم با هم بیرون رفتن. بعد ببخشید، اون وقت چه شکلی بودن؟ یعنی اسمشون، قیافشون؟ اسمشون رو نمیدونم، ولی یکیشون میانسال بود و کت شلوار سفید پوشیده بود، اون یکی هم مشکو پوش و کراواتی. خیلی ممنون. خواهش میکنم. تم هری چاچانه مجھ سے مانگا که تم سے بہت کرو. کس چیز کے بار میں؟ میشه اینجا با من فارسی حرف بزنید؟ کیوں؟ برای اینکه رامین ایرانیه، دوست دارم بیشتر با زبون اون آشنا بشم. میخواستم در مورد همین کارهایی که داری میکنی صحبت کنم. بفرمایید. تو اصلا به خانواده خودت فکر کردی؟ خانواده رامپال پولدار، قدرتمند، اصیل و نجیب هستند. پدری چندین سال عضو مجلس هند بود. امو هرشورتن یک آدم قدرتمند سیاسیه. تو داری با این کارات سابقه درخشان خانواده رو از بین میبری. ولی این امو هرشورتنی که داری زندگی منو خراب میکنه. تو اصلا متوجه میشی که چی داری میگی؟ اگه منظورت اینه که تصمیم من احساسی بوده، پایه و اساسی نداره، قبول. ولی این تصمیمیه که خودم گرفتم. اگه حتی رامین منو فریب داده باشه، اشکالی نداره. توانش رو پس میدم. من به عمود گفته بودم که حرف زدم با دو فایده ای نداره.
خیلی ممنون. من باید برم، ممکنه رامین نگران بشه. شامو همینجا میمونی؟ باید میری. باشه، برای یه وقت دیگه. گفتم که ما شام تدارک دیدیم، تو اگه بری به همه ما توهین کردی. خب پس اجازه بدین این تلفن به رامین بزنم. تو اتاقت یکی دو ساعت استراحت کن، از همونجا هم به رامین زنگ بزن، دعوتش کن بیاد اینجا. خوبه که بیاد ما هم ببینیمش. اچه، شاید که نظرمون عوض شد. چمپا، چمپا. چی مالکین؟ سیتا کو اس کو کمرہ دکھاؤ. ٹھیک ہے مالکین. پس یہ چند ساعت، یکی دو ساعت استراحت کن، سر میز شام میبینم. اچھا. لو بیٹی، یہی ہے تمہارا کمرہ. دھنیواد. رادا جی، رادا. ببخشید میتونم با مدیریت اینجا صحبت کنم؟ جناب علی، من با آقای رامپال کار داشتم، نامزده برادرزادشون هستم. اسمتون؟ نادری، رامین نادری. بفرمایید چند لحظه تشریف داشته باش، نظرم صداشون. خیلی ممنون. مرسی. سلام، روزتون بخیر. نمسته. پس آقای رامین شما هستید؟ بله. اچه، خب پس سیتا کجاست؟ سیتا، خب سیتا توی هتل هستش. بفرمایید بشینید. آقای رامین، چرا سیتا رو همراه خودتون نیاوردید اینجا؟ یکم خسته بود، داشت استراحت میکرد. منم اومدم که خبر رسیدن و سلامتیمون رو به شما بدم. بعدت چم؟ اتفاقا مادرش دیشب تماس گرفته بود، خیلی نگران بود. ببینم، چرا تا به حال نیامدید اینجا پیش من؟ نکنه با خودتون فکر کردید که منم مثل برادرم هرش وردنم؟ نه خیر، اختیار دارین، سیتا گفت توی هتل راحت تره. به هر حال از دیدار شما خیلی خیلی خوشحال شد. و امشب شام منتظر شما هستم. چشم، حتما خدمت میرسم. چیزی میل دارید برای شما بیارم؟ خیلی ممنون، دیگه مزاحمتون نمیشم. فقط خواستم که نگران نشم. راتا جی، دوار کھلیے. راتا